به نام خداوند بخشنده و مهربان با بابا با تقدیم سلام به که زیگر از ویده های این چینل خوش آمدید شمار تلفات انفجار خور به 13 کشته و 95 زخمی افزایش یافت منابع سیهی در ولایت غور به خبرگزاری افاق می شماره شمار تلفات انفجار امروز در مرکز این ولایت به 13 کشته و 95 زخمی رسیده است جمعگل یعقوبی رئیس ساعت آمی غور گفت بیشترین قربانیان غیر نظامیان هستند به گفته او در میان کشته و زخمی ها نیروهای امنیتی هم شامل هستند یعقوبی علاوه کرد که امکان دارد شمار تلفات افزایش یابد سخنگوی وزارت داخله گوید حوالی ساعت 11 امروز یک شنبه 27 میزان یک موتر بمگذاری شده در نزدیکی قراول فرماندهی پلیس خور در مقابل ریاست امور زنان و اداره شهدا و معلونی این, این ولایت انفجار شده است تارق در تیویتی این رویداد را تروریستی خوان مسئولیت این رویداد را تا اکنون هیچ فرد یا گروهی بر عده نگرفته است وزارت داخله حمله خور جنایت جنگی است وزارت امور داخله طالبان را مسئول انفجار امروز در مرکز ولایت غور معرفی میکند و می که این گروه تای شش مای شش ماه اخیر به کشتار بدون پذیرش مسئولیت آن ادامه داده است تارقاری در تیویت نوشت که طالبان بنیانگذار و زمین اساز ایمال تروریستی و انتحاری در افغانستان هستند. آریان گفته که انفجار ماین و موتارهای بمگذاری شده از سوی طالبان جنایت جنگی است. او ابزوده کمله امروز در شهر فیرسکو مرکز ولایت غور تداوم حملات جنایت کارانی طالبان است. حوالی ساعت یازده امروز یک شنبه 27 میزان یک موتر بمگذاری شده در نزدیک قرول فرماندهی پلیس غور در مقابل ریاست امور زنان و اداره شهدا و ملولی این ولایت انفجار کرد دکتر عبدالله عبدالله راهی تهران شد عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه در ادامه سفرهای منطقهای خود صبح یک شنبه بیست هفته میزان در رس یک عیت عالی رتبه به ایران رفت شورای مصالحه میگوید عبدالله در تهران با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه رئیس مجلس دبیر شورای امنیت ملی وزیر انرژی و برخص دیگر از مقام های ایرانی دیدار خواهد کرد به نقل از اعلامیه شورای مصالحه عبدالله عبدالله با رهبران ایران درباره روند صلح افغانستان مذاکرات و و ضرورت اجماع و حمایت منطقی از این روند بعض و تبدیل نظر خواهد کرد عبدالله پیش از این به هند و پاکستان سفر کرده بود او اجماع منطقی در مورد روند صلح افغانستان را ضروری میداند مذاکرات سال میان ایت دولت و طالبان در قطر از یک ماه به این طرف جریان دارد اما تا اکنون در مورد اصول کاری و آجندای این مذاکرات توافق نشده و دو طرف مذاکره کننده در این زمینه اختلاف دارند. امنیت کابل موترهای بی اسناد مسادر می شود. امرالله سالی معاون نخست ریاست جمهوری که به تازگی مسئولیت رسیدگی به امنیت کابل را به عهده گرفته گوید تردد موترهای فاقد اسناد یکی از مشکلات در ردیابی مرجمان است و این موترها مصادر می شود سالی به خاطر تقویت خط تلفنی 119 پلیس هم چندین شماره پیامگیری واتساپ را همگانی کرده است معاون نخست ریاست جمهوری در یادداشتی فیسبوکی خود نگاشته است که سالهاست از موتر به شکایت وجود دارد و یکی از مشکلات در ردیابی مرجم همین معضله است او میگوید در جلسه که صبح یک شنبه بیست هفته میزان با مسئولان امنیتی داشته فیصله شده تا موترهای فاقد استاد مصادره گردد سالی خطاب به شهروندان کابل گفته که امید است مالیه بپردازید و موترهای خیش را قانونمند سازید و یا موترهای شما پس از توقف در خدمت پلیس قرار میگیرد او ابزوده که احتمال دیگر این است که دولت موترهای بدون اسناد را پس از توقف و بعد از گذشت یک مدت معین قانون من ساخته و به وارثه شهدا توضیح نماید معاون نخست ریاست جمهوری شماره تماس 119 پلیس را در کنترل جرایم موثر دانسته و گفته که برای تقویت ارتباط با پلیس چندین شماره پیامگیر و واتساپ همگونی شده است او در پایان ضمن ابراز اطمینان از تأمین امنیت کابل گفته است که امیت واقعی و روانی را به کابل عزیز برمیگردانیم مجرم دو انتخاب دارد عقب ملی زندان یا آدم شدن به دنبال افزایش نامنی در کابل رئیس جمهور برای چند هفته رسیدگی به مشکلات امنیتی پایتخت را به رولا ساله سپرده است سالی در بخش امنیت تجربه دارد و از سالهای 2004 تا 2010 رئیس اداره امنیتی ملی بود او همچنین که ماون رئیس جمهور بود حدود یک ماه در سال 1397 سرپرست وزارت داخله تعیین شد و در زمانی که تغییرات زیادی را در وزارت داخله به میان آورد هرچند اخیرا برنامه میثاق امنیتی نیز تحت نظر وی اجرا شد اما به گفته این مردم در راستای امنیت کابل موثر نبوده است ایدی ترام به نظامیان امریکایی فرمان یا آرزو علی موسوی تحلیل از خبرگزاری افاق بسیاری از صاحب نظران هنوز تصور می که آنچه چیز شگفتی اکتبر نامیده می شود و اقوی آن پیشا پیش انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا غالبا نتیجه انتخابات را به نفع حزب آکم تغییر می دهد. در انتخابات امسال همان تصمیم ترامپ مبنی بر لزوم خروج زود انگام نیروهای امریکایی از افغانستان تا اید کرسمس بود. تصمیمی که از امان آغاز با اما و اگر روبرو شد. و کارشناسان نسبت به جای شدن آن ابراز تردید کردند. نخستین تحلیل این بود که هدف ترام از بیان ایده خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تا فرا رسیدن ایده کریسمس ایجاد یک جش در کارزار انتخاباتیش بود که به شدت تحت تاثیر مدیریت ضعیف او در دوران شیوه گسترش ویروس کرونا اعتراضات ضد نجاتپرستانی ضد نجاتپرستی و برتری بایدن در نظر سنجی ها قرار دارد البته در موسم انتخابات هر کش و واکنش نامزدان در مورد حمایت قدرت در امریکا و هر نقطه دیگر جهان بچسب به تبلیغاتی میخورد و این طبیعی است اما ترامپ به تایید مشاوران پیشینش همواره به مساهم مسائل نگاه فایده و تبلیغاتی دارد و هر تصمیمی که میگیرد به منظور تحصیل گذاری بر میزان آرای او در انتخابات است نکته قابل تحمل این بود که تنها چند ساعت پیش از ابراز نظر ترامپ مبنی بر خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان رابط مشاور امنیتی ملی او گفت که این نیروها کاهش مییابد و همه آنها خارج نخواهند شد این امر هم منجر به ایجاد تردید درباره اجرایی شدن تصمیم ترامپ شد زیرا این دیدگاه را در میان آگاهان نظامی تقویت کرد که او با مشاوران ارشد خود در این زمینه اختلاف نظر دارد در ادامه واکنش که به تیویت ترامپ نشان داده شد این برداشت را تقریبا قطعی کرد که ترامپ به تنهایی در این باره تصمیم نمیگیرد و این امر دشوارتر از آن است که یک فرد در کاخ سفید از خواب برخیزد و با یک پیام تیویتری ساده سرنوشت آن را مشخص کند فرماندهان نظامی امریکا هم با مخالفت زمیممی در این تصمیم ترامپ تاکید کردند که و خروج نیروها در افغانستان تابع شرایط است سپاس که تا این با ما بودید برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب نمایید تا ویدیوی دیگر بدرود